منافع خودش رو، ارتباطش رو با دنیای اسلام، با دلهای مسلمان ها در نظر بگیره. انشاءالله ما از این به بعد شاهد چنین ظلمی در چین و جاهای دیگه نسبت به مسلمان ها نباشیم. مسائل عراق و فلسطین و افغانستان و پاکستان هم متاسفانه مثل هفته‌ها و ماه‌های گذشته است که اونجا خونریزی و فساد و درگیری است که انشاءالله روزی اصلاح بشه. اما مسئله خود ما و بحث‌هایی که درباره خودمون بخوان بکنیم که گفتم این قسمت دوم و سوم حرفای منه. خب الحمدلله در انتخاباتی که انجام شد و تمام شد ما خیلی خوب شروع کردیم، رقابت خوبی شکل گرفت، مقدمات خوب انجام شد. یه رقابتی بود که چهار نفری که از نظر شورای نگهبان صالح تشخیص داده شده بودند و آمدن رقابت کردن، رقابت رو هم خوب انجام میدادند و مردم امیدوار شدند با آزادی کامل در انتخابات و حضور بی سابقه ای واقعا از خودشون نشون دادند. و در این شرایط که همه چیز آماده یک افتخار بزرگ برای کشور ما بود، که این افتخار رو ما باید به مردم بدیم، یعنی این حتی مردم بودن که خوب آمدند و رکورد حضور پای صندوق ها رو مردم شکستند و باید هممون از این مردم متشکر باشیم که در این زمانی که هیچ کشوری به این اندازه نصاب و حضور مردم رو نداره آزادانه آمدن و در انتخابات شرکت کردن، این بسیار ارزشمند بود. ای کاش همون شرایط تا امروز ادامه می‌داشت. امروز ما سربلندترین شرایط رو، نتیجه انتخابات هم هرچی می‌خواست باشه، در دنیا می‌تونستیم داشته باشیم، ولی اونجوری که می‌خواستیم نشد. که حال من عرض می‌کنم اساس مسئله این است که من گفتم ما چه می‌خواهیم، گفتم قسمت صبح دوم این است که بگم انقلاب چه می‌خواد. شما این حرفایی که از من میشنوید از کسی دارید میشنوید که از پیش و لحظه شروع مبارزات که امام راحلمون آغاز کردند لحظه لحظه همراه انقلاب بوده. من صحبت از 60 سال پیشه و تا امروز ما میدونیم امام چی میخواستن و میدونیم اساس تفکر امام چی بود. امام حتی در مبارزاتشون وقتی که پیشنهادی می آمد که مثلا از اسلحه استفاده بشه، از ترور استفاده بشه، با فلان حزب همکاری بکنیم، امام می‌فرمودن اون که من میخوام مردمم، شما هر چی میتونید کار بکنید دل مردم رو با مبارزات آشنا بکنید. به ما طلبه ها می‌فرمودن شماها رسالتتون اینه، برید منبر، برید مسجدها، برید حسینیه ها، روستاها، توضیح بدید که ما چی می‌خوایم. مردم اگر همراه ما باشن ما همه چیز داریم. مخالفتی نمی کردن که گروه ها، احزاب اینا هم مبارزه بکنن، ولی این رو اونی که انقلاب اسلامی بود همون راه پیغمبر بود که اول مردم رو با میل خودشون و اختیار خودشون و اعتقاد خودشون بیارن پای کار. این هنر بزرگ امام بود که موفق شدند. کمتر از 20 سال طول کشید که مردم اونچنان آگاه شدن. خب هزینه ای هم پرداختیم، شهید دادیم، زندانی دادیم، تبعید امام رو داشتیم و خیلی چیزا داشتیم، ولی سودمون خیلی بیشتر بود. مردم اونچنان آگاه شدن که شما اونایی که سنشون اقتضا میکنه میدونن که یکی دو سال آخر مردم چطور تو خیابون ها اومدن و همین خیابون‌های پر از نیروهای حامی امام و معتقد و همراه امام کمر دولت بسیار مغرور و متکبر رژیم پهلوی رو که اون موقع از ارتجاع و شرق و غرب کمک می‌گرفت به خاطر گران شدن نفت، هم انبار پولش پر بود، هر کار می‌خواست می‌تونست بکنه، ولی این مردم اومدن و اونچنان با حق مردم اونها رو گرفت که
ول کردن رفتن و اینجور پیروز شدیم. بعد از انقلابم ما با امام تقریبا روزانه کار میکردیم. امام مبنای فقهیشون همه چیزشون این بود که حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه، اگر مردم راضی نباشن اون حکومت انجام نمیشه. و یک روایتی من از زمان امام شنیدم، اون موقع نپرسیدم سندش کجاست، بعدم خودم رفتم سندش رو پیدا کردم. روایت جالبیه که مبنای استدلال امام بود، البته خیلی بیش از ایناست، ایشون هم منابع قرآنی هم فقهی فراموند، ولی این روایت خیلی سریعه رو نقشی که امام به مردم میدادن. من اون روایت رو یادداشت کردم از کتاب کشف المحجه مال سید ابن طاووس که یکی از علمای بسیار با ارزش قرن هفتم ماست که شخصیت بسیار عظیمیه. این روایت رو گوش بدی خواهش میکنم. این مبنای تفکر، نه این که این فقط صریح ترینشی، این روایت اینه که خود علی ابن ابی طالب میفرماید که یه روز پیغمبر در همون روزهایی که عرض کردم پیغمبر مهموم بود و نگران آینده بود در سال آخر عمرش، او رو علی ابن ابی طالب گفته، ابن ابی طالب لکه ولا امتی، این بعد از غدیره، تو ولی این امت هستی، این ولایت مال توست، چیزیست که خدا داده به تو. بعد میفرماید فانولوک، همه امت، فانولوک فی عافیتن و اجمعو علیک بر رضا فقم به امره. اگر دیدی این مردم راضی بودند و آمدند تو رو قبول کردند و به شما این سمت رو دادند با اجماع، اجماع نسبی، البته هیچ وقت اجماع تام نمیشه، یعنی به اندازه کافی لااقل اکثریتشون جمع شدن دور شما، اگر آمدن شما بپذیر و متولی امر شو و کاراشون اصلاح کن و اعدامه بده. قسمت بعدیش مبین اختلف و علیک، اگر دیدی اختلاف کردن و نیومدن اون مقداری که باید بیان با تو، و این اختلف و علیک فدعهم، قلیشون کن فدعهم و مافیه، بگذارن کاری که میخوان بکنن بکنن، خودشون بکنن. فدعهم و مافیه و ان الله سیجعل لک مخرجا، و خداوند برای تو راهی پیدا میکند که به اهدافت برسی. این روایت از روایات معتبره، ناقلش هم به سند معتبری رو هم ارائه میکنی سید ابن طاووس. نه این که فقط ما این روایت رو داریم، خیلی داریم، کتاب داریم، کتاب ها داریم. یک روایت صریحی رو خوندم، مبنای این بوده، مبنای حکومت پیغمبر این بوده ما تو جمهوری اسلامی بنا شد این کار رو بکنیم، بنا شد با هم با این مردم باشیم. یعنی این مردم هم خیلی خوب اومدن و بر اساس همین تفکر امام، امام روزی که مهندس بازرگان رو به عنوان رئیس دولت موقت معرفی کردن، ما هنوز دولت رو تحویل نگرفته بودیم، هنوز بختیار اینجا بود، اون دولت داشت. امام اینقدر عجله داشتن که کارها رو به مردم بدیم. تو حکمی که به مهندس بازرگان دادن و من خوندم، شما ببینید همون روزشون میگه شما اولویتت این است که اولا دوره شورای انقلاب رو کوتاه کنی، زودتر مجلس رو تشکیل بدی، قانون اساسی رو بنویسی که از اون بعد مردم با قانون اساسی جدید اسلامی زندگی بکنن. وقتی که قانون اساسی رو تهیه می‌کردیم قبل از اینکه به مجلس خبرگان بدیم، امام روش نظر دادن، به اون اصولی که مربوط به مردم می‌شد ایشون تقویت کردند. شوراها دیگران مطرح کرده بودند اما امام اونها رو تقویت کردند و کار رو به مردم دادن. بعدن ما وقتی که کشورهای دیگر رو می‌دیدیم، اونا می‌گفتن ما تعجب می‌کنیم، الجزایر می‌گفت ما 20 سال بعد از انقلابمون قانون اساسی نوشتیم، شما چطور به این زودی نسنجیده میرید این کارها رو میکنید؟ ما گفتیم ما چون با قدرت مردم پیروز شدیم و میدانیم این مردم از انقلابشون از دینشون حمایت میکنن، نگرانی نداریم. و درستم بود. شما هم میدونید که از لحاظ قانون اساسی همه چیز کشور ما برای مردمه، همه، از
رهبری بگیرید که